اتصال عراق به شبکه سویفت پس از اون میاد که بغداد در چند ماه گذشته با فشار آمریکا مواضع سخت گیرانه‌ای رو در قبال خروج غیرقانونی دلار از این کشور در پیش گرفته. علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق میگه اتصال عراق به سویفت باعث میشه به گفته او برخی از ابزارهای دور زدن تحریم‌های آمریکا از دست حکومت ایران خارج بشه. کارشناسان اقتصادی هم معتقدند این اقدام تأثیر زیادی در جلوگیری از خروج غیرقانونی پول از عراق داره. این موضوع باعث ایجاد شفافیت می شود. یعنی کسی نمی تواند به دلخواه خودش 100 میلیون دلار یا 1 میلیون دلار یا 2 میلیون دلار از عراق خارج کند. منبع و مقصد این پول ها باید مشخص باشد. مسئله آمریکا این است که نمی خواهد دلارهایی که به عراق می فرستد به کشورهایی بروند که با آمریکا دشمن هستند، چون که اون کشورها تحت تحریم هستند. یکی از اقدامات دولت عراق کاهش تزریق دلار به بازار داخلی است که بیشتر برای واردات عرضه می کرد. به گفته کارشناسان تصمیم های دولت عراق و اتصال این کشور به سویفت بر کشورهای صادرکننده از جمله ایران هم تأثیر می زاره. این تصمیم بر کشورهای صادرکننده به عراق مانند ایران و سوریه هم تاثیر می‌گذارد، به ویژه در مواردی که دولت مستقیما از این کشورها واردات انجام می‌دهد، مثلا واردات گاز و برق از ایران. به نظر من حجم تجارت ایران و عراق کاهش پیدا می‌کند و ایران هم بسیار تحت تاثیر قرار می‌گیرد. نباید فراموش کرد که تجارت با عراق کمک بسیار زیادی به اقتصاد ایران می‌کرد. اقدام دیگر دولت عراق راه اندازی یک پورتال بود که خریداران دلار باید از طریق اون از حکومت دلار بخرند. فواد حسین وزیر امور خارجه عراق دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت راه اندازی این پورتال به جلوگیری از قاچاق ارز کمک میکنه. چهارشنبه گذشته آمریکا از اقدامات دولت عراق برای مقابله با پولشویی و ارتقای نظام مالی اش حمایت کرد. تصمیمی که به نظر میرسه در کاهش وابستگی عراق به ایران از نظر واردات انرژی و مواد غذایی هم موثر هستند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.